سلام دوستان عزیز، چه ملکستانی هستم. به چنل ما خوش آمدین. فراموش نکنین که سابسکرایب کنین در پایین این ویدیو. ما این ویدیو را از خاطر می سازم چرا که بعضی دوستان ما با ما تماس گرفتن و خواهش کردن که برشان نشان بدم که چی غذاهایی را بخورن که اینا بتانن وزن از دست بدن، چون بسیاریشان تا جیم میرن، تمرینات فیزیکی را انجام میتن، اما هنوز هم نمیتونن که وزن از دست بدن و یا ای که بسیار برشان مشکل است که وزن از دست بدن. من از این خاطر بر شما میخوام امروز نشان بدم که برای غذای صبح، غذای چاشت و یا غذای شب من چی میخورم و یا در طول روز چی نوشجان میکنم تا بتانم وزن از دست بدن. این ویدیو با کسایی است که میخوان وزن از دست بدن. اگر نمیخواین وزن از دست بدین، ضرور نیست که رژیم غذایی را شما استفاده کنین، اما رژیم غذایی صحتمند است. میتونین که آهسته آهسته در زندگی خود از رژیم غذایی استفاده کنین تا بتونین زندگی طولانی و صحتمند داشته باشین. خب، من همیشه چای صبح از با یک گلاس چای سبز و یا ای که یک گلاس قهوه شروع میکنم. دوستان عزیز، من امروز برای چای صبح تخم امرای مرچ دلمه و پالک پخته میکنم، چون تخم بسیار یک منبع پروتئین خوب است و بیشترین پروتئینش در سفیدی وجود داره. میتونین که شما از این استفاده کنین. کسایی که کلسترول خون دارن میتونن که از زردیش استفاده نکنن و یا یک دانه زردیش بخورن، اما نقص زیاد نداره. در آشپزی کوشش کنین از روغن زیتون استفاده کنین که به صحت فایده داره. مرچ دلمه دارای منرال ها و ویتامین بسیار زیاد می باشه و کالری بسیار کم داره. کسایی که میخواین وزن از دست بدن میتونن از ای بر سالاد و یا در تخم صبحانه بیندازن. و همچنان پالک فایده زیاد داره، چون از نگاه فایبر بیشتر داره و همچنان ویتامین و منرال های بسیار زیاد داره. مرچ دلمه را برای یک دقیقه پخته کنین. کوشش کنین که زیاد پخته نکنین سبزیجاتا، که بدن میشاره و مزهشان میره و ویتامینشان از بین میره. بعد از یک دقیقه بعد میتونین که پالک اضافه کنین، یک جا مکسش کنین. سبزیجات بسیار زیاد زود پخته میشه. کوشش کنین که شور داده برین. در یک دقیقه دیگه پالک هم پخته میشه. خوب، حالا تخم هم اندازیم. بعضی شما دوستان اگر مشکل کلسترول خون دارین، نه از زردیش هیچ استفاده نکنین. تنها میتونین که سفیدی هاش بندازین، چون بیشتر پروتئین در سفیدی تخم میباشم. اما ما بعضی روز زردیش رو میخورم، بعضی روز نمیخورم. غذای چای صبح ما آماده است و حالا نوش جان میکنیم. و چون کمی تندی رو خوش دارم، سرش یک کم چتنی انداختم که تیز شوه، اما بسیار کم. کوشش کنین دوستان ای را بدون نان بخورین. میبینین که من هم نان نمیخورم، چون کسایی که میخوای وزن از دست بده تخمه و سبزیجات بخورن، نان کم بخورن. کوشش کنین که در طول روز 2 یا 3 گلاس چای سبز بخورین، چون چای سبز دارای انتای اکسیدنت میباشه و بسیار به بدن فایده داره و همچنان باعث سوختندن چربی در بدن میشود. حتما این صبحانه را امتحان کنین، بسیار خوشمزه است، مخصوصا کسایی که میخواین وزن از دست بدن. بعد از صبحانه و پیش از غذای چاشت اگر گشنه میشین، میتونین یک دانه کیله و 4 دانه خرما نوش جان کنین. سلام دوستان عزیز، امروز برای چاشت ما سوپ جو تیار کردیم که بسیار آسان است تیار کردنش. که در سوپ ما مرغ انداختیم که پروتینش هست و همچنان زردک، کم پالک انداختیم
و مرچ و بانجاندومی و کم زردچوبه. این را میتونین شما که به بسیار آسانی در خانه پخته کنین. دوستان عزیز، کسایی که واقعا میخوان وزن از دست بدن، سوپ جو بهترین غذا است. نه تنها این که پروتئین کامل داره و مواد معدنی و ویتامین ها و منرال های زیاد داره، همچنان این شکم از سیر نگه میداره که باعث کمخوری و از دست دادن وزن میشود. کوشش کنین که هر چیزی که میخورین به اندازه کم بخورین، خصوصا وقتی که رژیم غذایی میگیرین، چرا که پرخوری خودش یک غلطی است که چاق میشه آدم. از این خاطر خوردن مقدار غذا بسیار مهم است. در بین غذای صبحانه، چاشت و یا شب، اگر شما گرسنه میشین، کوشش کنین که از مغزیات مختلف مثل بادام، پسته و یا چارمغز استفاده کنین، چرا که بادام فایبر و پروتینش بسیار زیاد است و بسیار مگنیزیم زیاد داره، همچنان ویتامین ای. خوردن بادام باعث کاهش گرسنگی می شود. خب دوستان، برای غذای شب ما مرغ آماده کردیم که بانجان رومی، پیاز سر پخته کردیم با روغن زیتون و مرچ دورمه هم انداختیم و مقدار برنج ما بسیار کم است. اگر متوجه شده باشین، به خاطر که ما اگر کسی میخواد وزن از دست بدن، کوشش کنن که برنج هیچ نخورن و اگر هم میخورن بسیار کم بخورن. و همچنان بانجان رومی و بادرنگ هم رایش میده کردم، چون برنج ما کم است که ما بتانم سیر شم. شما دوستان هم میره امتحان کنید، ام مزه‌دار است، ام صحتمند است و همچنان کوشش شما را کمک میکنه که وزن از دست بدین. حتما که غذای صبح و چاشت شما که ما براتون گفتم امتحان کنین، هم مزه‌دار است، هم باعث کاهش وزن میشود.